مردم خبری ها، سلام، ورزشی ها، روزتون بخیر. شنیدین که میگن ورزش ربطی به سیاست نداره، سیاست ربطی به ورزش نداره، اما این خبری که میخوام بگم کاملا عکس این قضیه است و ربطش الان بهتون میگم. 26 تیر ماه بالاخره موعد مقرر فرا میرسه و انتخابات فدراسیون کشتی قرار برگزار شه، اما 3 نفر از گزینه های مطرح و مدعی هنوز تایید صلاحیت نشدن: علیرضا دبیر، امیررضا خادم و عباس جدیدی، کسایی که سابقه معاونت وزیر ورزش رو داشتن، عضو شورای شهر تهران بودن و نمایندگی مجلس هم در کارنامه کاریشون دیده میشه، اما خیلی عجیبه که نمیتونن در رشته‌ای که خودشون فعالیت داشتن مدیریت کنن. یعنی تا این لحظه هنوز تایید صلاحیتشون اعلام نشده. اون موقع که همه میگفتن که ورزشی ها وارد سیاست نشن، داشتن فکر همین جاها رو میکردن. این شایعه به وجود میاد که این 3 نفر، این 3 تا قهرمان ملی ایران، شاید تخلفی در کارهای غیر ورزشیشون داشتن که حالا تایید صلاحیت نشدن. این پرونده ایه که شنیده میشه و از 7-8 ماه قبل میگن که این داستان ها وجود داشته و این سناریو چیده شده و این 3 نفر هنوز نتونستن تایید صلاحیت بشن. این موضوع هم شنیده میشه که با توجه به اینکه حمید بنی تمیم سرپرست سابق و دبیر سابق فدراسیون کشتی در زمان رسول خادم، که یکی از طرفداران رسول خادم هم هست، در انتخابات فدراسیون کشتی نام نویسی کرده، میتونه رئیس آینده فدراسیون کشتی باشه، با توجه به اینکه این 3 نفر هنوز نتونستن تایید صلاحیت بشن، 3 تا از مدعی های اصلی انتخابات. یکم داستان پیچیده شده برای فدراسیون کشتی، باید ببینیم آخر عاقبت این رشته المپیکی، رشته اول ایران، ورزش اول ایران به کجا ختم میشه. همه منتظر 4 شنبه صبح هستن. خبر بعدیمون درباره فوتبال. حنیف عمرانزاده یه استوری گذاشته در انتقاد از مدیرای استقلال. مدافع سابق استقلال نوشته که داد دست به جنبونه مدیرای استقلال و اینکه تیم رقیب بازیکنای خیلی خوبی گرفته، فقط پوز اینو ندن که یه مربی خوب گرفتن، در حالی که 15 بازیکن این تیم جدا شدن و فکری هم برای بازیکنهای جایگزین نشده. گفته که مردم دیگه صبر و تحمل قبلو دیگه ندارن، یه فکری باید بکنیم. این انتقادا بوده از مدیرای استقلال. اما نوواک جوکوویچ سرب با شکست راجر فدره قهرمان تنیس جام ویمبلدون شده. یه خوشحالی عجیبی داشته بعد از کسب عنوان قهرمانی. اینو ببینیم. بله، طعم چمن ورزشگاه رو چشیدن آقای جوکوویچ. خب 2 روز تا پایان هفته مونده برای ورزشی یا برای خبرهای ورزشی. ببینیم میتونیم بازم پیشتون بیایم یا نه. خب خبرهای ورزشیمون هم با همین تصویر خوشحالی آقای جوکوویچ به پایان میرسه. تا ورزشی های دیگه، خداحافظ.